ولی اینجوری حوادث بزرگ قابل محاسبه و قابل پیشبینی نیست. آقای حتی آقای خامنه ای واقعا میتونه یک سال دیگه به هر حال روبرو بشه با یک جنبش بزرگی که از پا نشینه تا تغییر. این نمیشه به هر حال پیشبینی کرد و نمیشه هم نگفت در مورد این سازوکار این جنبش های اجتماعی و جنبش های همگانی. این میتونم به وجود بیاد و میتونم همونطور که در تونس و مصر انجام گرفت میتونه از خواستایی که مثلا در 22 خرداد 88 داشت از این خواستا فراتر بره، بره تا خواست تغییر. این ایجاد میشه در سوریه. در واقع جنبش مردم در ماه مارس آغاز شد با خواستایی که داشت، خواست این لغو این قانون اضطراری حاکم در اونجا بود، با خواست آزادی اعصاب و مطبوعات و آزادی های مردم بود، با خواست مقابله با فساد اداری بود و خیر. این به خواست در حال سقوط رژیم را نداشت، ولی وقتی که در برابر این سرکوب مردم قرار میگیره، این گلوله ها را در واقع میبینن به جای پاسخهای لازم به خواستاشون میره حرکت میکنن، به تبدیل میشه به جنبشی برای تغییر نظام حاکم در سوریه. منظورم اینه که اینهایی هم که فکر میکنن میتونن محاسبه میکنن که میتونن احتمالا چند سال هم ادامه بدن به اتکای این قدرتی که دارن و این اهرم هایی که در اختیارشون هست، اینا هم به عبث در واقع دچار این پندر هستن. همونطور که گفتم وقتی که شرایطی به وجود بیاد که مردم واقعا جانشون به لبشون برسه و این جنبش همگانی مردم به حرکت در بیاد، این میتونه واقعا در یک فاصله کوتاهی به سقوط این نظام ها به همه این اقتدار منتهی بشه. بنابراین به هر حال محاسبه هایی هم که دارن این چنانی، همونطور که گفتم تصدر من به محاسبه های عوضیه دید. بله بله، به هر حال این وضعیت و همونطور که شما اشاره کردید میتونه حتی منتهی بشه به وراز دخالت‌های کشورهای خارجی و موردش در حقیقت مورد نمونی برجستش مسئله اینیه که به عنوان دفاع از برای استقرار دموکراسی در لیبی در واقع میخوان به خورد مردم بدن این دخالتی که شد. مسئله لیبی هم برای ما و هم برای کشورهای دیگه واقعا خیلی در ساموز نبید. بله واقعا در لیبی هم مردم شروع کردن مثل همه این کشورها، در اونجا هم شروع کردن و شاید تحت تاثیر، شاید که نه به یقین، از جمله تحت تاثیر این جنبش هایی که آغاز شده بود، شروع کردن به طرح مطالباتشون که به شدت توسط قذافی سرکوب شد. منتها این جنبش به جای این که به این حرکتش ادامه بده، در واقع این سرکوب در همه جا بود، سرکوب در تونس هم بود، حالا در جایی با مقیاس های کمتر یا بیشتر، سرکوب در تونس هم بود، سرکوب در مصر هم بود، سرکوب در سوریه، در سوریه در فاصله یک روز در سوم ژوئن از 150 تا 220 نفر کشته شدن، اونم مردمی که گل در دست داشتن در برابر نیروهای انتظامی. بله بله. و همونطور که گفتم از 150 تا 220 نفر در روز سوم ژوئیه کشته شدن، ولی به هر حال مردم به مبارزشون ادامه دادند و همچنان از تاکنون هم به هر حال بیش از 2000 نفر کشته شدن. بله، در اونجا وضعیت جور دیگه ای بود، یعنی جور دیگری شد توسط غرب، توسط ناتو و اروپا و آمریکا. فقط برای این که برحال این رویدادهایی که کم و بیش همه اطلاع دارن، فقط من اشاره میکنم برای این که به دلیل اهمیتی که برای درس‌آموزی ما داره، اشاره میکنم به این چگونگی این فضایا. میدونید که در واقع جنبش اعتراضی مردم در لیبی
در تا اونجایی که به خاطر دارم در 15 فوریه در حقیقت گسترش پیدا کرد و این جنبش اعتراضی که از 15 فوریه در واقع گسترش پیدا کرد با سرکوب شدید از طرف نیروهای قذافی روبرو شد و جالب بوده اینی که در درست دو هفته بعد از این قضایا، دو هفته فقط بعد از این گسترش جنبش و سرکوب، یعنی در واقع در 28 فوریه در شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آمریکا و اروپا به خصوص شدیدتر رژیم قذافی تحریم میکنن، تحریم اقتصادی میکنن. لاکن دو هفته فقط گذشته از شورش مردم با این سرکوب قذافی اینا سرکوب میکنن، در حالی که تا رژیم بشار اسد این همه کشتار کرد، بیش از قذافی کشتار کرد و ماها کشتار کرد، ولی هیچ خبری در این زمینه نبود. برای اروپا و امریکا حلقه ضعیف قذافی بود که برای ساده تر بود در اونجا و ضمناً مسئله نفت در اونجا اهمیت بیشتر داشت مسئله سوریه. ملاحظاتی هم که در سوریه براشون وجود داشت روی مسئله لبنان و غیره اینها، اون ملاحظات هم دیگه در مورد قذافی نبود، دیگه وجود نداشت هستم. در نتیجه این از این سیاست یک بام و دو هوا رو میگم که حالا البته موارد دیگه هست اشاره میکنم، از یمن گرفته تا بحرین گرفته که درست عکس این عمل شد، ولی اینو میخوام بگم که درست دو هفته بعد از گسترش این جنبش مردم، سازمان ملل و اتحادیه اروپا و آمریکا این در واقع رژیم قذافی تحریم اقتصادی میکنن و حدود کمتر از چهار هفته بعد یک باره این شورای ملی انتقالی که در اواخر فوریه تشکیل شده بود، سه هفته حدود سه تا چهار هفته پس از آغاز تمام این شورش و قیام و سرکوب قذافی، یک باره این شورای ملی انتقالی در واقع تشکیل میشه و ابتدا فرانسه بلافاصله اینو به رسمیت میشناسه و بعدم 25 کشور دیگه هم بلافاصله اینو به رسمیت میشناسن. نگاه کنید این در واقع در یک کشور این حوادث رخ میده، در فاصله کمتر از یک ماه تمام این دخالت ها و تمام این تغییرات با سرعت اون وقت انجام میگیره اینا، در حالی که همونطور گفتم در سوریه بیش از اون انجام گرفت این سرکوب ها، هیچ خبری نبود. در بحرین نه فقط کمکی نشد برای جلوگیری از سرکوب ها، بلکه عربستان سعودی متحد آمریکا و دوست آمریکا لشکر میفرسته، ارتش میفرسته اونجا برای سرکوب مردم. نه تنها میمیرن کمک به مردم به پاخواسته در بحرین، بلکه درست برعکس میرن با مستقیم و غیر مستقیم از طریق عربستان سعودی میرن به سرکوب اون مردم. بله. این نشون میده که این دولت هایی که عده‌ای در واقع شاید خوشحال باشن که بله اونها آمدن و کمک کردن به سقوط قذافی، باید به این فکر کنن که اینهایی که کمچر برای سقوط قذافی این همه شتاب زده و به این ترتیب اینا وارد عمل شدن و در مورد بحرین عکس این رو انجام دادن، میرن کمک میکنن به سرکوب قیام مردم در اونجا. در مورد لیبی البته موارد خیلی زیاده که نشون میده که واقعا اصلا این نه فقط خوشحال کننده و خوشایند نیست، این دردناک، دردناک ببیش از این نظر که ادهی در واقع استقبال میکنن از یک چنین دخالتی بدون این که فکر کنن که اصلا این دخالت اصلا چی هست، الان چرا این انجام میگیره و چرا این یک بام دو هوا اصلا که مسئله دموکراسی در لیبی مطرح، چرا در بحرین مطرح نیست، چرا در کشور دیگه مطرح، چرا در یمن مطرح نیست. اینا بدون این که اینها به هر حال بسیار به اینها اصلا اشاره میشه، فقط به این فکر میکنن که به هر حال کمک کردن به سقوط یک دیکتاتور
در لیبی بدون توجه هیچ. البته من توی پرانتز دارم اشاره کنم در لحظه های در واقع این فقط اونهایی نیستند که همینطوری با حساب در واقع میرند به حمایت از این مداخله نظامی ناتو و غرب، بلکه عده از مردم عادی هم چه بسا فقط همینطوری شادمان میشن از اینکه یک دیکتاتور سقوط کرده. برای اینکه معمولا هم اینجوریه که در این لحظه های پر التهاب که رخدادهای تاریخی جریان داره، رخدادهای بزرگ مثل سقوط دیکتاتور، معمولا شور و هیجان جای خودش را به خرد و منطق و حتی تجربه میده و مردم دیگه به جای اینکه بسیاری از مردم منظور به جای اینکه در واقع برن به روی منطق و خرد و با توجه به تجربه ها بیاندیشن و خوشحال بشن یا نشن، معمولا تحت تاثیر این شور و هیجان سقوط یک دیکتاتور در واقع میرن حتی به دفاع از این گونه دخالت ها، بدون اینکه ببیجن اینکه فکر کنن که در حال سقوط یک دیکتاتور به معنای استقرار دموکراسی، به معنای رهایی مردم و به معنای آزاد شدن این کشور نیست. چون برعکس هم باشه و اشاره میکنم به این حوادث لیبی بیشتر اشاره میکنم و با اینکه همونطور که گفتم در یک لحظات این چنانی این عقل و خرد و منطق و تجربه در اون لحظات پرهیجان تجواکی کمتر داره، ولی به هر حال با همه اینها در واقع باید گفت که این نه فقط نباید خرسند شد از این دخالت، بلکه واقعا باید به پیامدهای این دخالت ها اندیشید و نتایج این را هم امروز دید، هم آنچه که مربوط به آینده است مورد بررسی قرار داد. حالا به هر حال من مفصل خواهد شد، ولی باز اشاره میکنم به این یک بام و دو هوایی که اینجا بود، موارد دیگری از اینا اشاره میکنم. حتما این در واقع شاید حدود یک ماه بعد از یا یک ماه و نیم یا یک ماه بعد از این آغاز شورش و متحول و سرکوب در لیبی، شورای امنیت اجازه میده یک ماه بعد فقط در این فاصله شورای امنیت اجازه میده که نیروی نظامی به کار برده بشه برای حمایت از مردم غیر نظامی. البته زمین مصاحبه در واقع این هست، برای حمایت از مردمی که زیر بمباران رژیم قذافی قرار دارن. این اجازه شورای امنیته که همونطور که گفتم که قریب یک ماه بعد از آغاز این جنبش و سرکوب ها صادر میشه، ولی یک هفته بعد از این مصوبه شورای امنیت، مردم غیر نظامی توسط نیروهای نظامی ناتو بمباران میشن. این چه ارتباطی حالا داره به حمایت از مردم شهروندان غیر نظامی و در برابر نیروهای قذافی؟ در حقیقت به سرعت عملا ناتو فرماندهی عملیات در لیبی در دست میگیره. مثلا اصلا صحبت از حمایت مردم غیر نظامی نیست، دست میزنه به حملات، دست میزنه به تخریب، دست میزنه به بمباران کردن، اصله با چتر فرو میریزه در برای نیروهای گروه های نظامی مسلح در لیبی، برای در بنغازی با چتر اصله وارد میکنه. در مشاورین نظامی انگلیسی، آمریکایی، ایتالیایی یک بار سراسیر میشن به طرف بنغازی. هزار طبق نوشته نیشن 1500 نفر آمریکا استخدام میکنه از مزار شریف افغانی، از
ازبک ها و هزاره ها 1500 نفر اینها رو استخدام میکنه میفرسته. غالبا هم کسانی هستن در اینها که تجربه جنگ در عراق و افغانستان داشتن، اینها رو روانی میکنه میاد به طرف لیبی. این در حقیقت درست آنچه که انجام میگیره در واقع قطع جنبش همگانیه، یعنی جنبش همگانی پیشرویش و قدرتش را در واقع خنثی میکنند و به جاش گروه های مسلحی را وارد عمل میکنند که این گروه های مسلح زیر حمایت اونهاست و حتی تحت فرماندهی مستقیم و غیر مستقیم اونها قرار دارند. در واقع همونطور که گفتم آنچه که انجام گرفت این مداخله انجام داد در واقع سد کردن پیشروی جنبش همگانی، یک جور در واقع قذافی انجام داد با بمباران، یک جور دیگه در واقع اینها با این مداخله نظامیشون دیگه مردم در صحنه نبودن. آنچه که سخن میگفت اسلحه بود در اونجا که سخن میگفت، اسلحه‌ای که توسط این گروه های مسلحی انجام میگرفت که مورد حمایت ناتو بودن. این یک طرف، یک طرف دیگه هم مستقیما توسط خود ناتو. نتیجه هم در واقع از این طریق قذافی سقوط میکنه اینها و این دولتی هم که اون شورای موقت هم یک بار تبدیل به دولت میشه، دولت قانونی و به عنوان دولت قانونی به رسمیت شناخته میشه. جالب هم این است که رئیس این دولتی که به عنوان دولت قانونی لیبی به رسمیت شناخته میشه، رئیس این وزیر دادگستری قذافی بود. اینی که میگم در واقع جای جنبش همگانی را اینا گرفتن و جنبش همگانی جنبش مردم لیبی رو به حاشیه روندن اینه.